بر راستای فرارسیدن نوروز باستانی مصاحبه های ترتیب کردم با سفیر جمهوری اسلامی ایران، سفیر جمهوری تاجکستان و سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، چون در ماه نوروز آینده بناست که سه کشور فارسی زبان در مزار شریف با هم دیگر ملاقات بکنن و این جشن مشترکاً بگیرن و همچنین در راستای زبان مشترک و ارتباطاتی که در سطح ریاست جمهوری سه کشور در دو سال گذشته مرتب ادامه داشته، من هم میخواستم صحبت داشته باشم با آقای علیرضا شیخ عطار، سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در برلین. چون این فیلم به مناسبت نوروز باستانی است، خواستم که از آقای عطار در این رابطه بپرسم. البته نوروز باستانی در ایران یک تاریخ بسیار کهنی داره، بهتر است که صحبت را به ایشان واگذار میکنم که مختصر در رابطه با مسائل عید نوروز، عنعنات و خصوصیاتی که بوده و اگر انگیزه های اصلی از اگر برگردن چند کلمه صحبت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشاپیش نوروز باستانی رو خدمت ملت محترم افغانستان، ملت تاجیکستان و ملت ایران و همه ملت هایی که این جشن رو ارج می نهند و پاس می دارند تبریک عرض می کنم. نوروز یک سنت دیرینه است که نشانی از فرهنگ دیرپای منطقه ما هست، منطقه‌ای که در شکل دهی تمدن بشری نقش عمده‌ای داشته و قدیمی‌ترین تاریخ رو داره. امروز ما در ایران، افغانستان و تاجیکستان آثار باقی مانده از هزاران سال پیش رو داریم و آثار بسیاری که هنوز کشف نشده. اینا نشان میداد که این ملت‌ها ریشه عمیق در تاریخ بشری دارند و نوروز باز خود نشانی از این هست. خب ما در شاهنامه فردوسی میخوانیم که چطور در زمان جمشید، اون پادشاه افسانه‌ای که البته حتما حقیقت وجودی هم داشته ولی به صورت حماسی و اپیکس و میتولوژی در شاهنامه ما آمده، جشن نوروز رو برپا می دارند، نه فقط به خاطر به قدرت رسیدن جمشید، بلکه مهمتر از اون یکی به خاطر اینکه یک جامعه بشری که سمبولی از تمدن بشری هست در اون زمان شکل میگیره و این رو جشن میگیرند و پاس میدارند و بعد اون نوعی انتخاب میکنند که با احیای طبیعت همزمان میشه، یعنی نوروز پایان زمستان و آغاز بهار، پایان سختی ها، تاریکی ها و سردی ها و آغاز سبزی ها و زندگی و نشاط هستش. نوروز همون روزی هست که طبیعت به تعادل میرسه، کره زمین در مداری قرار میگیره که روز و شب در اون دقیقاً مساوی میشه. میبینید که شاید کمتر جشنی در جهان هستی اینطور سمبولیک و نشاندار هستش، هم نشان از ایجاد یک جامعه بشری که جمشید جم چنین کاری کرد، هم نشان از احیای طبیعت، هم نشان از تعادل که بحث روز و شب و اون موقعیت کره زمین در مقابل خورشید هستش. به همین دلیل هست که نوروز از هزاران سال پیش برپا شد، وقتی هم که منطقه ما با میل خود و نه با تحمیل و جنگ اسلام رو پذیرفت. شما میدونید در منطقه ما اسلام با آغوش باز پذیرفته شد. مردم ما به خاطر شعارهای عدالت خواهانه و شعارهای متعالی پیامبر اسلام، اسلام رو با آغوش باز پذیرفتند. در عین حالی که اسلام رو پذیرفتند، اون سنت هایی که تعارضی با آموزه های اسلامی نداشت بلکه مقوم اون بود، به خصوص در جهت احترام به انسان و پاس داشتن انسانیت و پاس داشتن طبیعت، این رو هم پذیرفتند و نوروز ما میبینیم پس از اسلام نیز نه تنها توسط
ایرانیان و اقوامی که اون زمان در زمان ایران بزرگ بودن که امروز افغانستان و تاجیکستان و مناطق آسیای صغیر و اینها هستند ادامه پیدا میکنه جشن گرفتنش. حتی اعرابی که حاکم بودن بر این منطقه هم میبینیم نوروز رو جشن میگیرن. در روایت هست حتی حضرت علی علیه السلام در مورد نوروز احادیثی دارن و پاس داشتن نوروز رو در زمان عباسی ها و دیگران هم. و تا به امروز که میبینیم نوروز باقی مانده و نکته جالب این است که سال به سال این نوروز با شکوه‌تر برگزار میشه. حتی در زمانی که حکومت‌های کمونیستی در بخشی از منطقه ما در شوروی سابق بودند و مخالف این نوع عنعنه ها و سنن بودند، اونقدر ریشه این جشن رو در بین مردم قوی می‌بینن که تحت عنوان روز طبیعت و روز احیای طبیعت و روز کشاورزی و به این بهانه ها اجازه میدن بگیرن. ما در قفقاز، در آسیای میانه، در تاجیکستان هم می‌بینیم که چنین چیزی بوده. یعنی حکومت‌ها اومدن و رفتن، حتی دیکتاتوری‌ها اومدن و رفتن، اما با نوروز نتونستن مقابله بکنن. امروز هم ما می‌بینیم که حتی کشورهایی که یک زمانی حالا به دلایلی اجازه جشن گرفتن نوروز رو نمیدادند، امروز این اجازه رو میدند در منطقه های غرب ایران و شمال غرب ایران. در هر صورت پاس داشتن نوروز نشانی از پاس داشتن نه تنها تمدن منطقه ما که تمدن بشری است، زیرا تمدن بشری به تمدن منطقه ما مدیون هستش. ابتکاری هم که از سال گذشته آغاز شد توسط وزرای خارجه سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان در همین راستا هستش. تصمیم گرفتن که روز اول عید رو با هم باشند، ضمن اینکه مذاکرات سیاسی رو میکنن، این رو نمایش بدند به جهانیان که چطور این سه ملت با هم از نظر تاریخی و فرهنگی وابسته هستند. خب مهمترین نشان فرهنگ یک ملت زبانش هستش. زبان فارسی علارغم دستاندازی هایی بسیاری که در طول تاریخ بر این زبان شد، امروز سرپا ایستاده است. زبان فارسی مفتخر و سرفراز است و مردم تاجیکستان، مردم افغانستان و مردم ایران با وجود اینکه تاریخ پر فراز و نشیبی داشتند و بسیاری آمدند تا این زبان رو در اونجاها نابود کنند، فارسی سخن میگویند و مباهی هستند به این فارسی سخن گفتن. و بنابراین این یک حرکت سمبولیک سیاسی و فرهنگی بود که سال گذشته در دوشنبه این اتفاق افتاد و امسال در مزار شریف خواهد بود. البته فقط به این ملاقات ها بسنده نشده، در ادامه این ملاقات ها ملاقات هایی در سطح معاونین وزرا هر سال دو بار انجام میشه که بنده قبل از اینکه به سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین منصوب بشم، به عنوان قائم مقام وزارت امور خارجه ایران جلسه ای رو در کابل با همتاهای افغانی و تاجیک خودمون داشتیم که در همونجا بحث بزرگ داشت رودکی و اینها هم بحث شد و تصویب شد. همینطور در سطوح بالاتر، یعنی در سطح رؤسای جمهور، ما می‌بینیم این ملاقات ها صورت میگیره در حاشیه اجلاس شانگهای به طور مرتب، چون این کشورها ایران و تاجیکستان که عضو هست، ایران عضو ناظره و افغانستان عضو مدعو، سران این سه کشور با همونجاها تجمع میکنند و جلسه میگیرند و به هر بهانه‌ای سعی میکنند این همدلی و تشابه فرهنگی و ریشه های مشترک تاریخی رو بهش متمسک بشند و نمایش بدند. بفرمایید، در دو سال گذشته صحبت های مبنی بر همکاری مشترک برای ایجاد احتمالاً یک تلویزیون یا برنامه های دیگه‌ای که به اصطلاح نزدیک شدن این سه کشور در راستای برگزاری مراسم هایی که شما به برنامه رودکی اشاره کردین، آیا اطلاعات دقیقی هست که در این زمینه هم کارهای شده و یا در شرف انجام هست؟
بله این بحث اتفاقا در همون جلسه‌ای که در سطح معاونین وزرای خارجه در کابل بود هم بحث شد، منجر شد به سفر رئیس سازمان صدا و سیمای ایران چندی پیش به تاجیکستان و اخیراً به افغانستان. مقدمات این همکاری ها فراهم آمده، فعلا از طریق مبادله سریال ها، تولید فیلم های مشترک، یه سریال مشترکی هم بین ایران و تاجیکستان چندی پیش درست شد که در تلویزیون دو کشور به نمایش داره، من فکر کنم در تلویزیون افغانستان هم نمایش داده باشن. الان این همکاری ها شروع شده و هدف این همکاری ها ایجاد یک تلویزیون مشترک است. در کنار اون بزرگداشت چهره های تاریخی ما هستش. ما افتخارات ادبیات، افتخارات علم، افتخارات ریاضی رو در این منطقه داریم و کسانی که واقعا جامعه بشری به اونها مباهات میکنند، از رودکی آغاز شد. در مورد مولوی بزرگداشت هایی بوده است، حالا در خارج از منطقه هم بوده، در نیویورک، در ترکیه، و چون مدفن ملای روم در ترکیه هستش. در مورد بزرگان دیگر چون ابو ریحان و دیگران هم، فردوسی و دیگران هم، برنامه هایی در دست است. بسیار تشکر.